سخنرانی. قبل از اینکه شروع بکنم میخوام بگم چه کسانی امروز با من هستند. ولادیمیر پروشسکو، وزیر خارجه اوکراین، آن لیندی، وزیر خارجه سوئد، ایدس زمان، وزیر خارجه افغانستان، اندرو مارسن، وزیر مشاور خارجه در برای بریتانیا. من میخوام از نمایندگان ایران هم تشکر کنم که امروز به اینجا آمدن و همینطور میخوام از وزیر خارجه هلند تشکر کنم که او هم امروز به ما پیوسته. ما امروز در مقابل شما وایسادیم از طرف قربانیان پرواز هوایی اوکراینی و میخواییم تسلیت بگیم به خانواده ها و کسانی که از آنها باقی ماندند. ما اینجا هستیم که به دنبال واقعیت باشیم و به دنبال مسئولیت پذیری، شفافیت و کشاندن آمران به پای میز محاکمه. ما اوکراینی ها، سوئدی ها، بریتانیایی ها، افغان ها و کانادایی ها و همینطور ایرانی ها درخواستشون یک تحقیق و بررسی علنی و کامل بین المللی و شفاف هست. در پی چنین اتفاق وحشتناکی سوالهای بسیاری وجود داره. خانواده ها پاسخ میخوان. تمام کشورهایی که امروز اینجا جمع شدن به دنبال پاسخ هستند و جامعه بین المللی به پاسخ احتیاج داره. دنیا منتظر این پاسخ هاست و ما از پای نخواهیم نشست تا زمانی که اون پاسخ ها را دریافت بکنیم. Tous les pays réunis ici aujourd'hui veulent des réponses et la communauté internationale veut des réponses. Le monde attend ces réponses. Today, the members of the coordination group have drafted a framework. یک پیشنویسی رو تهیه کردم برای همکاری با ایران که به صورت آنلاین امروز اون رو منتشر می‌کنیم. این پیشنویس بر اساس 5 مورد اساسیه که قرار هست همکاری ما رو با مسئولان ایرانی مشخص بکنه که هدفش تحقیق علنی و دسترسی آزاد به شواهد در ایران هست. دومی این که تعیین هویت قربانی ها با شفافیت کامل و بر اساس قوانین بین المللی شکل میگیره و این که آنچه که خانواده های آنها میخوان انجام بدن در مورد آنها بهش احترام گذاشته بشه. سوم، اطمینان حاصل بکنیم که تحقیقی علنی کامل و شفافیت و شفاف از طرف کشورهای بین المللی توسط بر اساس قوانین سازمان بین المللی هوانوردی انجام خواهد شد. چهارم، ایران اطمینان بده که مسئولیت کامل رو برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی میپذیره و وظایف خودش رو در مورد قربانیان و خانواده های آنها به خصوص در مورد پرداخت غرامت میپذیره و پنجم اینکه قبول مسئولیت بکنه برای یک تحقیق جنایی و مسائل قضایی که در پی اون خواهد آمد که بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر باشه. ما همکاری هایی از طرف ایران دیدیم تا اینجا ولی همچنان داریم شرایط رو بررسی می کنیم و از ایران می‌خوایم که همچنان با ما همکاری بکنه. ما اطلاعاتمون رو در اختیار همدیگه می‌ذاریم و درس‌هایی که یاد گرفتیم و در کنار همدیگه دست در دست همدیگه می‌گیریم و با یک صدا صحبت می‌کنیم در حالی که به دنبال عدالت هستیم برای خانواده‌های قربانیان. حالا چند سوالی رو می‌تونیم از شما بگیریم.
لطفاً در یک خط بیسید و کسایی که سوال دارید همینجا سوالتون مطرح کنید. میتونم از شما بپرسم اول که در مورد جنازه قربانیان، اینکه برگشتوندنشون به کشورها و اینکه چقدر اطمینان دارید که اگه تحقیقی شکل بگیره آیا به دنبال راه‌های قضایی هم هستید؟ بازگشت جنازه ها، باید بگم که اولین کاری که انجام دادیم مشخصا این بود که با همدیگه همکاری بکنیم برای شناسایی اجساد. این همونطور که میدونید امروز ما از ایران خواستیم که همکاری بیشتری با ما بکنه که برای اینکه شناسایی آنچه که از جنازه ها باقی مانده بر اساس قوانین بین المللی در مورد برگردوندن اون جنازه ها. باید بگم هر کدوم از کشورها قضیه فرق میکنه و این حد در زمانهای متفاوتی انجام میشه. فوریتی که الان باهاش مواجه هستیم اینه که به خانواده های اونها سرویس های کنسولی داده بشه بر اساس قوانین بین المللی و در این حال شناسایی جنازه ها انجام بشه. اگر میرسیم به این که اونها باید برگردونده بشن، اون وقت باید کشور به کشور خودشون بررسی بکنن. میفهمید که کشورهای مختلفی هستند و شرایط متفاوتی دارن، ولی فکر میکنم مهم این هست که اول ما به خانواده های قربانیان سرویس های کنسولی بدیم. اجازه میدید که به فرانسه از شما بپرسم؟ هر کاری که شما بخواید میتونید بکنید. Vous demandez des réponses de la part de l'Iran. Est-ce que vous remettez en doute leur version, c'est-à-dire un tir accidentel, et vous avez rencontré des représentants des Pays-Bas. Quelle est la leçon la plus importante qu'ils ont pu vous apporter, que vous retenez? Moi, je vous dirais d'abord, vous voulez ma réponse en français, vous m'avez dit, hein? En français d'abord? Écoutez, effectivement, une des leçons qu'on a apprises de nos amis hollandais, c'était la coopération internationale, de parler d'une seule voix pour s'assurer qu'on puisse non seulement coordonner nos actions, mais parler d'une seule voix face au gouvernement iranien. Et c'est ce qu'on va continuer de faire, évidemment, ensemble. So, to talk about lessons learned with our Dutch colleague was to speak with one voice, make sure that we have a coordination with them and we میدونیم که قرار هست ماها یا سالهایی که میاد راجع به این مسئله کار بکنیم و برای اینکه ببندیم این مسئله رو و در این حال شفافیت وجود داشته باشه و فکر میکنم این چندین ماه و یا شاید چندین سال طول بکشه. Le gouvernement iranien a reconnu la responsabilité pour le crash de l'avion PS752. On continue sur cette base-là, mais évidemment, ce sera à l'enquête de déterminer les causes exactes, évidemment, de l'accident et surtout ceux qui sont responsables. So what I was saying in French is چیزی که به فرانسوی گفتم الان این بود که مشخصا ایران قبول کرده مسئولیت کامل رو پذیرفته برای سرنگونی این هواپیما، اما تحقیق و بررسی به ما میگه که دلیل اصلی چی بوده و در این حال اونا مسئولیت کامل بپذیرن در مورد اون اشخاصی که در مورد این حادثه و تراژدی وحشتناک نقش داشتن. من خبرنگار CNN هستم. Bonjour, Monsieur le Ministre. Dobroňa, Pane Ministre. Minister, there is an unexplained one-hour delay of the departure of PS752 from Tehran. And there are برای پرواز این هواپیما و شایعه‌هایی وجود داشت که 4 نفر هواپیما رو ترک کردن و باعث شده که در واقع کیفشون برداشته بشه. از آیا شما تایید میکنید؟ من در موقعیتی نیستم که اینو تایید بکنم. من همین ما داشتیم با همکارانمون صحبت میکنیم به همین دلیل که ما نیاز به شفافیت کامل و تحقیق بین المللی داریم. یک مسائلی هست که هر روز که میگذره بیرون میاد و ما به همین خاطر تحقیق بزرگی رو در پیش خواهیم داشت و ما میخوایم اونهایی که مسئولیت داشتن اونها عدالت در موردشون اجرا بشه. همینطور که الان داریم کار یادبود این قربانیان رو انجام میدیم و اعلام تسلیت میکنیم،
ولی باید در این حال محققان دی ان ای بیان و همینطور متخصصان بیان و تشخیص بدن چه اتفاقی افتاده. فکر می‌کنم چیزی که دنیا امروز داره میپرسه اینه که مسئولیت کامل و شفافیت کامل و همکاری کامل از طرف ایران. این چیزیه که واقعا ما از ایران می‌خوایم، ولی این چیزیه که جامعه جهانی از ایران این روزها می‌خواد. و برای اینکه سوال‌های شما رو جواب بدم و این که سوال‌های بسیاری که خانواده‌ها دارن فقط از طریق یک تحقیق شفاف و علنی خواهد بود. آیا گروه تحقیق رو کانادایی‌ها و هلندی‌ها قرار هست کار بکنن؟ آیا شما این کار رو انجام خواهید داد؟ ما واقعاً ممنون هلندی‌ها هستیم که اونها با ما همکاری می‌کنن. ما درس‌های زیادی گرفتیم از طرف کاری که هلندی‌ها انجام دادن در مورد هواپیمای مالزی، برای اینکه در پرواز مالزی MH17 درس‌های زیادی بود که باید یاد می‌گرفت، اون می‌گرفتیم و باید پیش می‌رفت. ما به همین دلیل از اونها خواستیم که بیان با ما همکاری بکنن و همینطور از دولت هلند خواستیم که اونها با کارگروه‌های مختلف بیان نظارت بکنن بر این تحقیق. و من فکر می‌کنم که خانواده‌های قربانیان اونها باید بهشون بهترین کارشناسان رو در اختیار اونها بذاریم. چه درسایی ما از پرواز MH17 گرفتیم؟ فکر می‌کنم چیزی که جامعه جهانی می‌خواد این است که ما تا ته این قضیه بریم و تهش رو در بیاریم. ولی به عنوان یک جامعه جهانی دنیا از ما می‌خواد که اقداماتی انجام بدیم که جلوگیری بکنه از پیش آمده دوباره حوادث این چنینی. بنابراین نه اینکه فقط اینکه امروز چیکار میکنیم، ولی اینکه چیزی که جامعه جهانی میخواد اینه که ما درس یاد بگیریم از MH17 و PS52 که و با این درس ها رو به جوامع دیگه بدیم و جلوگیری بکنیم که تراژدی های مثل این دوباره اتفاق نیفته. من از ایران اینترنشنال از شما سوال میکنم. مسئولان ایرانی میگن که ایران مسئولیت رو پذیرفته، ولی مسئولان ایرانی در این حال به خصوص یکی از مسئولان سپاه میگن که شاید آمریکایی‌ها اینو شروع کردن. اگه قرار باشه که این منطق رو به کار بگیریم، اون وقت شما چه اهرم‌هایی در دست خودتون دارید که عدالت انجام بشه؟ من اول باید بگم که امروز روزی نیست که ما به دنبال محکوم کردن کسی باشیم. ما دنبال پاسخ هستیم. قربانیان و خانواده های ما رفتیم با خانواده های اونها دیدار کردیم. اون چیزی که اونها الان باهاش مواجه هستند غم شدیده و ما اینجا به خاطر اونها امروز وایسادیم. ما به همین دلیل درخواست داریم که عامران این حادثه مشخص بشن و به عدالت برسن. امروز روزیه که ما باید با هم دیگه همکاری بکنیم که به پاسخی به سوال‌ها دست پیدا بکنیم. دولت ایران مسئولیت کامل رو پذیرفته، ولی وقتی مسئولیت کامل رو میپذیرید اون وقت یک تبعاتی هم داره و اون هم جواب دادن پاسخ هست. سلام، بی بی سی ورد هستم، خبرنگار بی بی سی ورد. Considered a version that the plane was not shot by mistake. And also, ورژنی از یک نسخه از وجود داره از داستان که این هواپیما توسط موشک‌ها برخورد نکرده بهشون و روس‌ها شواهدی رو ارائه دادن. حالا این به این معنیه که حالا ایران خیلی روشن‌تر برخورد کرد خواهد کرد با جامعه جهانی؟ ببینیم، ما با حقایق داریم برخورد می‌کنیم. حقایقی که الان پیش روی ما این وجود داره اینه که دولت ایران بعد از شواهدی که از بخش‌های مختلف اومد و اینکه این در نهایت مشخص شد که هواپیما با موشک سقوط کرده، من فکر می‌کنم ایران قدم بسیار مثبتی رو برداشت و پذیرفت، اذعان کرد که این کار رو انجام داده و ما داریم بر اون اساس الان اقدام میکنیم. به همین دلیلی که ما دیروز درخواستایی رو از ایران کردیم که اونها جلو برن. وقتی شما مسئولیت رو قبول میکنید قدم بسیار خوبیه، ولی قدم اوله، ولی باید بریم فراتر از اون. حالا باید بگیم که ما در مورد سرویس های کنسولی و تحقیقات و
قرامت میخوایم چی کار بکنیم؟ فکر میکنم تحقیقات مشخص خواهد کرد که این جنایت رو کی مرتکب شده. ما الان میدونیم چه اتفاق افتاده و نمیدونیم که چطور این اتفاق افتاده. سوالهای زیادی وجود داره، برای همینه که کارشناسان بین‌المللی باید بیان و ایران باید اونها رو جواب بده. حالا یک تحقیق کامل و علنی و شفاف پاسخ این سوالها رو به ما خواهد داد. جیمز لندل از بی بی سی، چقدر مطمئن هستید که ایران قبول میکنه اون درخواستایی که شما مطرح کردید؟ یکی از ایرانی ها گفته که ممکنه اونها قبول نکنن، و دوم شاید مسئول بریتانیایی بتونه بگه. امروز آقای روحانی گفته که حالا ایران داره بیشتر از اون حدی که اورانیوم پیش از توافق غنی‌سازی می‌کرده حالا می‌کرده. دولت بریتانیا پاسخش به این چیه؟ در مورد سوال اولتون باید بگم که جامعه جهانی داره نگاه می‌کنه. من فکر می‌کنم به عنوان یک قدم اول مثبت این بود که ایران مسئولیت کامل پذیرفت. از اذعان اونها قطعا یک تعهداتی پیش میاد و همینطور عواقبی داره. ما حالا می‌خوایم که در همه این قدم‌ها با ما همکاری کنن، سرویس‌های کنسولی و همینطور در مورد تحقیقات و همینطور در مورد محاکمه کسانی که این کار رو انجام دادن. من به از آقای موریسون میخوام که بیان توضیح سوال دوم شما رو بدن. ممنونم جیمز از سوالت. من میتونم تشکر بکنم از شما فرانسوا فیلیپ از اینکه اینجا آمدید و اینکه اعلام تسلیت بکنم به قربانیان و خانواده های اونها. جیمز، در مورد سوال تو میدونی که کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و بریتانیا مکانیزم حل اختلاف رو فعال کردن. ما این کار رو همزمان با هم کردیم و بر اساس پاراگراف 36 برجام این کار رو کردیم. دلیل اینکه این کار رو کردیم اینه که میخوایم برجام رو زنده نگه داریم و این بخشی از اون روند هست. ما کاملا پایبند به اون هستیم به عنوان بهترین امید ما که ایران تعهداتش رو انجام بده، و حالا بر اساس اون داریم جلو میریم. ما اهدافمون کاملا یکی هست و اون این هست که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، و فکر می‌کنیم که برجام توافقی است که طراحی شده که این اتفاق نیفته، و این جایگاهی که هست که ما وایسه. ولی ایرانی‌ها اگر دارن میگن که الان بیشتر دارن غنی‌سازی میکنن، یعنی اینکه خیلی با سرعت دارن پیش میرن. چقدر نگرانی؟ ببینید، به همین دلیل هست که ما باید این مسئله اختلاف رو حل بکنیم. تو درست میگی جیمز که میگی ایران پنجمین قدمش رو در کاهش تعهداتش برداشته. ما میخوایم از ایران که برگرده به برجام، که بتونیم برگردیم به مسیر درست. اگر این چیزیه که ایران هم میخواد و این تهدیدی که همه ما رو داره الان ما باش مواجه هستیم کنار بره، میخوایم که ایران این کار رو بکنه، و به همین دلیل هست که کشورهای اروپایی این اقدام رو کردن. باران عباسی هستم از بی بی سی فارسی. وقتی به بحث غرامت، راجع به غرامت صحبت میکنید، فکر میکنید این غرامت چقدر باشه؟ چطور میخواید این غرامت مالی رو از ایران دریافت کنیم؟ و در مورد تحقیقات قضایی، آیا اعتماد دارید به دولت ایران که یک تحقیق مستقل رو انجام بده؟ و اگه ندارید، آیا میخواید از طریق مثلا دادگاه بین‌المللی این کار انجام بدید یا نه؟ اول در مورد غرامت بگم که غرامت بعد از اینکه ایران مسئولیت کامل رو پذیرفت، مشخصاً از طرف ایران انجام خواهد شد. بنابراین ما حالا وارد بحث میشیم باشون، به خصوص از طرف کشورهایی که اتباعشون اونجا از بین رفتن، صحبت خواهیم کرد با خانواده هاشون بر اساس قوانین بین الملل. در مورد سوال دومتون، به همین دلیله که ما میخواییم که
متخصصان بین المللی در این تحقیق وجود داشته باشن. برای اینکه تنها راهی که جامعه بین المللی به ایران اعتماد میکنه اینه که این تحقیق شفاف باشه، علنی باشه و همه آدمایی که دارن اون رو میبینن متوجه بشن که یک روند درستی رو بر اساس قوانین و استانداردهای بین المللی پیش برده. به همین دلیل هست که ما از دولت ایران خواستیم که در تمام مراحلی که این تحقیق داره انجام میشه متخصصان بین المللی رو بخشی از این تحقیق قرار بدن تا مطمئن بشیم که مردم و جامعه جهانی، خانواده هایی که الان داغدار هستند، اونا حق این رو دارند که جواب کامل دریافت بکنند و همینطور مسئولیت کامل رو یکی بپذیره. بنابراین فکر می‌کنم تمام کشورهایی که اینجا امروز هستن همشون گفتن که حاضرن بیان تخصصشون رو در اختیار ما بگذارن و به همین دلیل خواستن که بخشی از این تحقیق باشن. ما از ایران می‌خوایم که اونها رو در نظر بگیره و در تحقیقاتشون بیاره. سوال آخر، شما یه لیستی از اون چیزهایی که میخواین اتفاق بیفته رو درست کردیم، ولی اینکه ایران چقدر نشون بده که میخواد با اونها بیاد جلو خیلی فرق میکنه. آیا هیچ مثالی دارید که بگید مثلا در چه مواردی ایرانی ها همکاری کردن، ایرانی ها چی کار انجام دادن؟ میتونید مثالای مشخص بدید که اونها چه کار مثبتی انجام دادن؟ و اگر این شرایط اونطور که شما میخواید اونطوری که میخواید پیش نره، اون وقت شما چه اهرم‌هایی در اختیار دارید که اطمینان حاصل بکنید که ایران همکاری لازمی که شما میخواید با شما میکنه؟ خیلی ممنون از سوالتون. همونطور که گفتم ما خیلی مواظبیم، ما بر اساس روز به روز همکاری اونا رو بررسی میکنیم. ما اولین کاری که کردیم این که ویزا برامون، خب ایرانی ها صادر کردن که متخصصان ما برن به ایران، بنابراین اون قدم اول بود. قدم دوم این بود که اونها پیشنهاد دادن که متخصصان ما در تایید هویت اجساد شرکت بکنن. اونها گفتن که این کار رو انجام دادن، اونها بحثایی کردن با متخصصان ما. ما قضاوت میکنیم ایران رو بر اساس خانواده های قربانیان، اون چیزایی که اونها میخوان بررسی خواهیم کرد. ما همینطور ایران رو قضاوت خواهیم کرد به این که آیا اجازه میده که متخصصان بین المللی بپیوندن به این تحقیقات. ما قضاوت خواهیم کرد ایران رو. مثلا در مورد کانادا پرسیدید که آیا الان میتونیم متخصصانی رو از کانادا بفرستیم به ایران و اینکه اونجا باشن در زمانی که جعبه سیاه میخواد باز بشه. ما قضاوتمون بر اساس ایران به صورت روز به روز میره جلو و همینطور درخواست به درخواست. برای همین بهتون میتونم بگم بله، ما قدم‌های اول خوبی از ایران دیدیم، اما مشخصاً بذارید اینو مشخصاً بهتون بگم، این یه پروسه بلند مدته و دیدگاه ما و جایی که ما وایسادیم بر اساس اقداماتی که امروز شکل گرفته. ما به همین دلیل درخواستایی رو از دولت ایران کردیم. فکر می‌کنم اون چیزی که ما پرسیدیم و خواستیم از ایران این چیزی نیست که فقط این کشورهایی بخوان، خانواده‌ها هم اینو می‌خوان. من واقعا نمیتونم شرایطی رو ببینم که ایران راهی غیر از همکاری رو با ما پیش بگیره. جامعه جهانی داره نگاه میکنه، راهی وجود داره برای ایران که قدم اولش رو برداشته و اون هم مسئولیت پذیری بوده. همونطور که گفتم وقتی شما مسئولیت رو میپذیرین عواقبی داره که بر اساس اون پیش میره و همینطور همکاری کامل بر اون اساس. ما یک چارچوبی رو در اختیار ایران میذاریم به عنوان کشورهایی که اتباعشون در این حادثه از دست رفتن و میبینیم ایران چی کار میکنه. کجا اینو نظارت میکنه؟ جامعه بین‌المللی نظارت میکنه. چشمای جامعه بین‌المللی که داره میمیره. من به ایران دارم این گزینه رو میدم. این فقط کشورها نیستن، این فقط خانواده‌ها نیستن، خانواده‌های ایرانی‌هایی که در این حادثه جانشون رو از دست دادن هستن، ولی جامعه بین‌المللی هست.
ایران الان گزینش رو داره، راهی رو بره که در همون قدم اول رفته، یعنی پذیرفته که این اقدام انجام داده. همونطور که گفتم یک درخواستایی از اون قدم اول پیش میاد که بر اون اساس به ما اجازه میده که ما بریم تا ته مسئله برسیم، اطمینان حاصل کنیم که تمام حقایق رو میدونیم و اطمینان حاصل بکنیم که تحقیق و بررسی بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام میشه. از همه شما ممنونم، مرسی.